8 مارس روز جهانی زن. شالوم خداوند با تمام شما عزیزان. و امروز روز 8 مارسه، در واقع روز جهانی زن هست و من امروز رو به همه شما خواهران عزیزم و در واقع بانوان عزیز سرزمینم تبریک میگم. اما روز زن چیه و اصلا باید چه کار کرد؟ و چند سالی که خب مرسوم شده روز 8 مارس که میشه، خب میگن روز زنه، روز زن باید کادو بهش داد و خب خیلی هم کار قشنگیه، ولی آیا روز زن فقط یه روزیه که برای اینکه کادو بخریم برای یک زن؟ و بعد چی؟ خب چه کار باید کرد؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ وقتی من به روز زن فکر میکنم، روز 8 مارس، نمیتونم به اون داستان غم‌انگیزی که پشت اون اتفاق افتاده فکر نکنم. روز زن روزیه که در واقع تو تمام دنیا در تاریخ 8 مارس بزرگداشت دستاوردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کارهایی که زنان کردن و ارزش میگذارن بهش و در واقع نگاه دنیا و توجهش رو میخوان به مقام زن و هویت فردی یک زن تو تمام دنیا، میخوان توجه دنیا رو به اون سمت و سو ببرن، که این خیلی هم خوبه. ولی چی پشت همه اینها اتفاق افتاده و ماجرا چی بوده؟ روز زن در واقع روزیه که میخوان حقوق زنان رو بهش بپردازن، روزیه که جلوگیری بشه، دنیا بفهمه با تبعیض علیه جنسیتی به نام زن مبارزه کنه، با نابرابری و خشونت علیه زنها مبارزه بکنه. و ماجرای غم‌انگیزی که اتفاق افتاد در واقع در سال 1857 بود که کارگران زن که در واقع یک کارخانه نساجی تو نیویورک داشتن کار میکردن، تو اعتراض به اون شرایط خیلی سخت و طاقت فرسایی که ساعتها بعد کار میکردن و دستمزد بسیار کمی میگرفتن و اون تبعیض جنسیتی و اون نگاه جنسیتی که به زن داشت و استثماری که بر علیه زنها میشد، اعتراض کردن. و تو این اعتراض که تموم بشه این تبعیضها اعتصاب کردن و صاحب کارخونه برای اینکه بیاد جلوی این حرکت این زنها و اعتراضشون رو بگیره و سرکوبشون کنه و برای اینکه این حرکت و این اعتراضات گسترش پیدا نکنه، دستور داد اونها رو حبس کنن تو همون کارخونه. و ماجرای اتفاق افتاد مثل ماجرایی که برای سینما رکس آبادان سالیان سال قبل اتفاق افتاد و هیچ کس مسئولیت اون رو به عهده نگرفت. اینجا هم در سال 1857 اون کارخونه نساجی برای اون زنها همون اتفاق افتاد و گفتن خود به خود آتیش گرفت، در صورتی که میدونیم اونا حبس بودن. و در اون روز فقط عده بسیار کمی از اون ماجرا نجات پیدا کردن که اومدن با ما شاهدان عینی گزارش دادن چه اتفاقی افتاد و 129 نفر کارگر زن تو اون کارخانه نساجی تو اون آتیش سوختن. سالها گذشت و همیشه جنبش‌های بر علیه نابرابری و حق رأی و در واقع مزد برابر با مردها و علیه خشونت که برای زنها بود، زنها حرکت‌هایی رو انجام می‌دادن ولی خب زیاد به سرانجام نمی‌رسید. تا اینکه در سال 1909 در 28 فوریه 1909، یعنی 52 سال بعد از اون ماجرای اون آتش سوزی، کارگران همون کارخونه نساجی اومدن دوباره به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود و هیچ چیز تغییر نکرده بود، اومدن دوباره دست به اعتصاب زدن و این حرکت شروع تازه‌ای شد برای جنبش‌ها و در واقع یک انقلابی که تو تمام دنیا پدید آورد، که نگاه دنیا و فکر سالها گذشته بود و نگاه مردم یکم عوض شده بود و نگاه دنیا برگشت به این سمت و تو تمام دنیا در واقع اعتراضاتی اومد بر علیه تبعیض جنسیتی و مبارزه با خشونت و نابرابری بر علیه زنها اومد شکل گرفت. تا اینکه تمام این اتفاقا منجر به این شد که در روز 8 مارس، یعنی در واقع یک روز، روز 8 مارس به عنوان روز زن در تمام دنیا نامگذاری شد، روزی برای اهمیت دادن
به مقام زن، برای هویت زن. و تو تمام دنیا در واقع این روز به عنوان روز زن که تبریک گفته میشه و برمیگرده به اینکه نگاه جنسیتی نباشه، حقوق برابر باشه، تساوی باشه. و در واقع همون چیزی که کلام خداوند داره بهش میگه که وقتی خداوند انسان را خلق کرد، درست اول مرد خلق شد، ولی زن گفت اندازه مرد، و زن و مرد در نظر خداوند عیسی مسیح کاملا برابر و هم ارزش و هم ارث با مسیح هستن. وقتی نگاه میکنم به تاریخ سرزمینمون، میبینیم که در زمان هخامنشی، پادشاهان هخامنشی، زنهای ایران زمین حقوق بسیار ویژه‌ای داشتن. نه فقط میتونستن شغلهایی داشته باشن که مردها همون شغلها رو میتونستن داشته باشن، بلکه حقوق و تساوی داشتن، حتی پاداش و مرخصی بعد از زایمان داشتن و به عنوان مادر حقوق مادری دریافت میکردن. ولی توی این سالهای بعد از انقلاب متاسفانه چیزی که میبینیم دوباره همون تبعیض جنسیتی و ارزشی که به زن داده میشه نصف، کمتر از نصف ارزش یک مرد در نظر میشه. وقتی که برای شاهد قرار کسی بره، دو تا زن باید حتما باشن تا اونها رو بتونن به عنوان شاهد در نظر بگیرن. یعنی یک زن ارزشش برابر کمتر از نصف یک مرده. دیه همینطور. و زنهای سرزمینمون در واقع برای خیلی از حقایی که حق حیاتی و هویتی و فردی هر انسانی تو این دنیا هست محروم هستن. از حق انتخاب پوشش گرفته، حق حضانت فرزند گرفته، حق تحصیل، حق ازدواج و همه اینها دل من رو به درد میاره. و میخوام امروز دعا بکنم برای زنان سرزمینم. به نام مسیح روزی برسه به اسم عیسی مسیح که خشونتی بر علیه زنان به خصوص در سرزمین ما نباشه. روزی باشه که کودک همسری برچیده بشه از سرزمین ما. روزی باشه که زنان ما حق برابر داشته باشن. روزی باشه که نگاه جنسیتی داده نشه. روزی باشه که نگاه تبعیض و نگاه سوء استفاده به یک زن نباشه. روزی باشه که نگاه فقط نگاه تساوی و نگاه برابر و نگاه محبت کردن و کمک کردن باشه، نگاه بلند کردن باشه. روزی باشه که ارزش یک زن کمتر از نصف ارزش یک مرد در سرزمین من نباشه. روزی باشه که زنان سرزمین من به هویت اصلی خودشون بتونن پی ببرن که عیسی مسیح به تو چه جایگاه ویژه‌ای داد و تو رو هم ارث با مسیح خلق کرد، برابر یک مرد خلق کرد، و بفهمن که زن و مرد برابرن. روزی باشه که زنان سرزمین من و دختران این سرزمین به خاطر تمام تبعیض‌هایی که بوده هیچ دختری دیگه آرزو نکن ای کاش پسر بود. روزی برسه که زنان سرزمین من چه در خانه پدریشون، در سرزمین پدریشون، چه در بیرون این سرزمین، به خاطر که یک زن هستن و آواره نباشن. روزی باشن که وقتی کار میکنن بدونن ارزش دارن. روزی برسه به نام مسیح. و آرزو میکنم و میدونم، چون در سال یوبیل هستیم، در سالی که به اهمیت و هویتمون میخوایم پی ببریم و بایستیم برای هویتمون، و خداوند ما رو سرافراز و بلند خواهد کرد. میدونم که آن سال یوبیل در سرزمین ما ایران هم اتفاق خواهد افتاد و زنان این سرزمین بلند میشن، به هویت خودشون پی میبرن و ایرانمان را دوباره خواهند ساخت. و میدونین که از دامان یک زن خانواده ساخته میشه، و ایمان دارم زنان سرزمین من زمانی که بلند بشن جامعه بلند میشه. وقتی زنان سرزمین من بلند میشه همه چیز ساخته میشه. وقتی کلام خداوند رو نگاه میکنی، در واقع وقتی زن رو خلق کرد گفت زن یعنی حیات بخش، زن یعنی هویت بخش، زن یعنی زندگی ساز، زن یعنی سازندگی، زن یعنی زندگی. و تو
توی این سالهای اخیر میدونیم که این شعار زن زندگی آزادی تو سرزمین ما در واقع ایران ما رو بیدار کرد و از اونجا به تمام دنیا این شعار رسید که این فقط یک شعار نیست بلکه از دل کلام خداوند میاد، چرا که زن زندگیه و زندگی چیزی جز آزادی نیست. عیسی مسیح گفت که حقیقت رو بشناس و حقیقت تو رو آزاد میکنه. خواهر من، اگه تو زندگی تو محبت ندیدی، اگه تو زندگی چرخه‌ای به جز چرخه لعنت نبوده، تو بیا شروع کننده چرخه برکت در میان نسل خودت باش. تو بیا اولین نفر باش، تو بیا اولین چرخه باش و چرخه‌ای که تمام سالها تو لعنت تو زندگی تو تکرار شده رو بشکن و این قفل رو بشکن و تو برکت رو به زندگی خودت، عزیزانت، خانوادت و نسل بعد از خودت وارد بکن. ایمان دارم وقتی زندگی تو مبارک میشه، هویت تو مبارک میشه و تمام زندگی تو و اطرافیانت از وجود تو برکت خواهند یافت و مبارک خواهند شد. پس بلند شو با ایمان به خداوند، ناامید نباش، بلند بشو و شکر بکن که یک زن هستی، چرا که تو خداوند تو رو ساخته تا حیات بخش باشی. زن یعنی شادی بخش، زن یعنی حیات بخش، زن یعنی زندگی بخش، زن یعنی سازندگی. و برکت میدم این جمله رو، زن زندگی آزادی، روزت مبارک.